آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با برنامه امروز هستن. وقتتون بخیر خانم امینی. هرگاه جنبش زنان برای طرح مطالباتشون، از همه مهمتر مبارزه با حجاب اجباری، به خیابون‌ها میان، جنبشی رو به راه میاندازن، یک گفتمانی شکل میگیره که این اولویت اصلی جامعه نیست. یه زمانی میگفتن اولویت اصلی جنگه، یه زمانی میگن مشکلات اقتصادیه، الان میگن براندازیه. اساسا میشه مشکلات کل جامعه رو اصلا تفکیک کرد؟ در واقع من میخوام بگم که این یک خوانش مرد سالارانه از مسائل حق و مطالبات زنان هست. دلیل دارم برای اینکه اون رو یک خوانش مرد سالارانه میدونم، برای اینکه اتفاقی که بعد از تثبیت جمهوری اسلامی رخ داد و اینکه زنان اولین گروه و اولین قشری بودند که با محرومیت و تبعیض و ستم در قانون و در ساختار سیاسی اجتماعی روبرو شدند، مواجه شدند با در واقع اون موجی از صحبت مردان گروه سیاسی و مردان و گروه‌های سیاسی که در واقع مسائل زنان و اعتراض اونها در خیابان مثل راهپیمایی سال 58 رو اولویت جامعه ندونستن، گفتن ما فعلا باید به قدرت سیاسی برسیم، بعد به حق شما هم خواهیم رسید. و امروز داریم میبینیم که این پس رفت، این در واقع تنها گذاشتن مطالبات زنان 43 سال به درازا کشیده و بارها و بارها همونطور که شما گفتین در برهه‌های مختلف زنان زمان به زنان گفته شد که این اولویت جامعه نیست. فراموش نکنیم ما وقتی در مورد دموکراسی حرف میزنیم، یک دموکراسی کلاسیکی داریم که فقط به در واقع شمار و اکثریت آرا اعتقاد داره، یک دموکراسی مدرنی داریم که اساساً بر اساس حقوق گروه‌های کوچک و گروه‌های همه گروه‌های جامعه از جمله اقلیت‌های مختلف بنا شده. بنابراین وقتی که امروز در قرن 21 در مورد دموکراسی حرف می‌زنیم، این دموکراسی بدون در نظر گرفتن نه فقط حقوق زنان بلکه همه اقلیت‌های جنسی، همه تیپ‌های جنسی و همه اقلیت‌های مذهبی، دینی، قشری و صنفی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین اساساً باید با این نگرش مخالفت کنیم. خانم امینی، تمرکزمون رو بگذاریم روی حمایت همگانی از این نافرمانی مدنی. یه بحثی که اخیراً در فضای اجتماعی خیلی مطرح شد این بود که برای نمونه اگر خانمی روسریش رو از سرش بر می داشت، برای نمونه وارد یه تاکسی می شد، راننده تاکسی می گفتش که اینطوری نمیتونین سوار بشین، یا به بقالی سر کوچش می رفت می گفتن ما به شما این شکلی جنس نمی فروشیم، و اون خانم می گفتش که خب منم اصلا از این مغازه خرید نمی کنم. این میون حمایت همه از یکدیگر چقدر می تونه تأثیر بگذاره در نتیجه رسیدن این نافرمانی ها؟ واقعیت اینه که باید بپذیریم جمهوری اسلامی از آسمان به زمین نیامده. جمهوری اسلامی با پر کردن با ایجاد همین شکاف‌های اجتماعی توانسته 43 سال بر ما حکومت بکنه و توانسته گروه‌های در واقع در اقلیت رو، چه در اقلیت اقتصادی، چه در اقلیت دینی، چه در اقلیت قدرت، در این شکاف ها جای بده. و متاسفانه باید پذیرفت که بخشی از این جامعه به دلایل مختلف از جنگ خسته شدن، از شرایط اقتصادی در واقع ناراضی بودن، از انقلاب و تحول و تغییرخواهی میترسیدن یا هر چیز دیگه‌ای، به این در واقع تبعیض تن دادن و باهاش همراه شدن. امروز این شکاف ها، ما باید امیدوار باشیم واقعا که این شکاف ها حالا به واسطه اینترنت، به واسطه در واقع فراگیر شدن نارضایتی، به واسطه آگاه شدن جامعه نسبت به حقوق خودشون و به دلیل ناتوانی مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که باید این شکاف ها رو پر بکنن و در کنار هم قرار بدن. مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق جنسیتی در واقع یکی از اون مطالباتی هست که امروز از زبان قشر بسیار زیادی در جامعه میشه شنید و خوشبختانه این پر کردن شکاف ها میتونه یک همبستگی ملی رو که شاید ما در بسیاری از مقاطع از دستش دادیم رو بازسازی و بازتولید بکنه. سپاس از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ.